24 شعبان المعظم سالروز ارتحال عالم مجاهد فقیه مبرز مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی مشهور به میرزای شیرازی است به گزارش همکارم سعید بهاری درباره زندگی آن مرحوم و تاریخچه مبارزات ضد استعماری علمای خاندان سادات حسینی شیرازی توجه فرمایید سلسله سادات حسینی شیرازی از دیرباز همواره در کسفت روحانیت و مرجعیت کنار مردم و مدافع حقوق شیعیان بودند. مرحوم حضرت آیت الله العظمى سید محمد حسن شیرازی مشهور به میرزای شیرازی که با القابی همچون میرزای بزرگ یا میرزای مجدد هم از او در تاریخ یاد می شود در چهارم اردی بهشت 1194 شمسی در شیراز چشم به جهان گشود. پدر آن مرحوم خطات برجسته بود که در کودکی میرزا فوت کرد. و سرپرستی محمد حسن را داییش میرزا سید حسین موسوی بر عهده گرفت و پس از اتمام مقدمات تلاش میشد تا از این کودک با استعداد واعظ و منبری تربیت شود اما خیلی زود اتش سیری ناپذیر علم آموزی او او را در 18 سالگی راهی حوزه اصفهان کرد و 27 سالگی به شهر مقدس کربلا و سپس به نجف اشرف و خیلی زود به حلقه شاگردان خاص شیخ انصاری پیوست. پس از فوت شیخ انصاری علمای نجف به اجماع مرجعیت عام و علل اطلاق میرزای شیرازی را به رسمیت شناختند و آن مرحوم پس از نقل مکان به سامرا تا پایان عمر شریفش در این شهر سکونت داشت و به مدت حدود سی سال به مرجعیت و رتق و فتق مسائل شیعیان در بلاد مختلف پرداخت و مبارزه با استعمار انگلیس وی را شهره آفاق نمود. استعمار انگلیس به دلایل ژئوپلیتیک هرگز نتوانست ایران را به مستعمرات خود ملحق سازد اما به ویژه در دوره ضعف و انحطاط شاهان قاجار از طریق عقد قراردادهای ننگین با دولت ایران تلاش کرد منابع و ثروتهای ملی ایرانیان را استعمار نماید قرار رژی که در عهد ناصر شاه قاجار انحصار فروش توتون و تنباکو را به دولت انگلستان واگذار کرده بود از جمله این نمونه هاست که اعتراضات به قرارداد ابتدا در برخی شهرهای ایران توسط شاگردان میرزای شیرازی آغاز شد و سپس با صدور فتوای تحریم تنباکو از سوی میرزای شیرازی حتی اندرونی دربار قاجار هم به این تحریم پیوست. آن مرحوم در 24 شعبان المعظم 1312 قمری 1273 شمسی در 82 سالگی در سامر را به دیار ابدی شتافت و پیکران مرحوم در حرم امام علی علیه السلام به خاک سپرده شد. نفوذ و اعتبار فتوای میرزای شیرازی به قدری تأثیر گذار بود که ناصر شاه با پرداخت قرامت به شرکت انگلیسی قرارداد را لغو کرد. اما این پایان داستان مبارزات ضد استعماری خاندان شیرازی نیست و کمی بعد در سال 1298 شمسی میرزا محمد تقی شیرازی مشهور به میرزای دوم علیه استعمار انگلیس حکم جهاد داد که به انقلاب 1920 عراق یا سورت الاشرین شهرت یافت. در مراحل ابتدایی این جنبش با موفقیت و استقبال گسترده مردم و قبایل شیعه و سنی عراق مواجه شد اما استعمار انگلیس با مسموم کردن مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که چند سالی بود پس از ارتحال مرحوم سید کازم یزدی به مرجعیت عام رسیده بود موفق شد آتش این اعتراضات استقلال طلبانه را پایین بکشد آتش مبارزه با استعمار و ظلم ستیزی اما در سلسله سادات شیرازی هرگز خاموش نشد و در نسلهای بعدی ادامه یافت و از این رو استعمار پیر نیز همچنان از در دشمنی با این خاندان جلیل القدر بارد می شود سعید بهاری، اخبار شیه